سلام به شما بینندگان عزیز، سلام دوباره به شما که در هر نقطه دنیا هستید. این قسمت از برنامه رو اختصاص دادیم به یک تشکیلاتی، به یک مؤسسه‌ای که در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان سالیان سال، چه در امریکا چه در کشورمون به خصوص کشور ایران، فعالیت‌های بسیار و خدمات بسیار متعددی رو ارائه دادن. حتما با نام بنیاد کودک یا چایلد فاندیشن آشنا هستید. همونطور که اشاره کردم، سالیان سالی مؤسسه خدمات ارزنده ای رو در اختیار بسیاری از نوجوانان ما، کودکان ما که در ایران و یا در سایر کشورهای دیگر هستن انجام داده. البته مثل بنیاد کودک ما سازمان دیگه ای هم داریم که همچنان در کنار مردم ایران هستن، در کنار بچه های ایران هستن و خدمات بسیار ارزنده ایران ارائه دادن و آگاه هستین که یکی دو مرتبه من در برنامه هم با خانم دلفریب که مؤسسه مام هستن صحبت کردم. خدماتی که الان در بنیاد کودک انجام میگیره برای آگاهی بیشتر با شما بینندگان عزیز، برای اینکه بتونید خدمات ارزنده این مؤسسه چگونه هست، من از پرزیدنت بنیاد کودک، مدیر عامل، بنیانگذار که خیر، ولی به هر حال مدیر این مؤسسه دعوت کردم که در برنامه تاک شو حضور داشته باشم. خیلی خوشحالم آقای کامیار لشکری که به برنامه تاک شو داشته بودی و بسیار خوشحالم که یک خدماتی رو در ارتباط با عزیزان ما در ایران و سایر کشورهای دیگری که حالا خودتون نام خواهید برد انجام میدید. خدمت و سلام میدم. خیلی عرض درود به شما و به سپاس فراوان از تلویزیونتون و درود به بینندگانتون و تشکر فراوان که این فرصت رو دادید که ما صدای بچه های کم برخوردار ایران رو به گوش بینندگان شما برسونیم و این فرصت برای ما تهیه شده. بسیار عالی. سپاسگزاریم. خواهش می‌کنم. ما همیشه در البته سیاست تلویزیون هستش که ما واقعا کاری که دستمون برمیاد در ارتباط با خدمات رسانی و کارهایی که در ارتباط با عزیزان ما در داخل ایران هستش کم نگذاریم، تا اونجایی که میتونیم از این میکروفون و دوربین و چراغ استفاده کنیم برای آگاهی رسوندن. از این نظر بود که من از شما دعوت کردم با توجه به اینکه یک اطلاعاتی رو من دارم در مورد خدماتتون که حضور داشته باشین و اطلاعات لازم رو در اختیار بینندگان عزیز ما، میلیون ها بیننده عزیز، قرار بدید، به ویژه در عزیزانی که ما در ایران هستم. خیلی خوشحال میشم تا جایی که براتون مقدوره یک شرح حالی در ارتباط با بنیاد و کودک برای بینندگان عزیز ما مطلب بفرمایید تا بپردازیم به سوالای دیگرمون. بله، بنیاد کودک یک مؤسسه خیریه عامل منفعه غیر سیاسی غیر مذهبیه که افتخار دارم که میگم الان امسال 30 سال تأسیسش رو داریم. تبریک میگم. و هدف اصلی بنیاد کودک پشتیبانی و حمایت از دانش آموزان با استعداد و کم برخوردار ایرانه که بتونن در ادامه تحصیل بدن و با ادامه تحصیلشون اون چرخه فقر رو بشکنن. و بتونن خانواده خودشون و جنریشن اون نسل بعدی خودشون رو از این فقر بیرون بکشن. و یک مثالی هست که میگم توجه داشته بشیم، میگن که یک آدم نیازمند رو بهش ماهی بده یا اینکه بهش ماهیگیری یاد بده. ما پایه بنیاد کودک یا چایلد فاندیشن رو بر اساس اون آموزش ماهیگیری گذاشتیم و کار ما در ایران پوشش حدود 9000 دانش آموز و دانشجو در حال فعل. ما جمعا در حدود 10000 الان بچه رو تحت پوشش همیارامون داریم در سراسر دنیا و از این 10000 تا هم تو که گفتم 9000 تاشون در ایران هستن و در حدود 1000 تاشون در 4-5 کشور دیگه هستن که ما در اونجا فعالیت میکنیم. افغانستان، تاجیکستان، اندونزی و کامبوج. نمونه چند تا کشوری که به خاطر حساسیت هایی که ما داریم موفقیم در اونجا هم بتونیم همین مدل رو در اونجا هم به اجرا بذاریم.
ببینید از این در این 30 سالی که ما فعال بودیم در حدود 36,000 فارغ التحصیل ما داشتیم در مراحل مختلف آموزشی. در حدود 45% بچه های ما موفق شدن وارد دانشگاه بشن، دانشگاه معتبر ایران و همینطور کشورهای دیگه، اندونزی همینطور به همین طریق. و در حدود 35% بچه هم در فعالیت های صنعتی، فنی، اداری اینجور مسائل تونستن فعال بشن و موفق بشن که بتونن خودشون بعداً تبدیل بشن به همیارای نسل بعد ما و دستگیری بکنن از کودکانی مشابه خودشون، چون خودشون شاهد اون نوع فعالیت و اون مسیر بودن. بله بله. و برایند کاری که کردن بودن. بله بسیار عالی. خب این حمایت شما از چه موردی شروع میشه؟ آیا در ارتباط با وسایل لوازم تحریر هست؟ چه مواردی و مسائلی هستش که به این بچه ها کمک رسانی میکنید؟ چون به حال در مدارس ایران، خب مدارس دولتی هستن، به حال چه فقیر چه ثروتمند میرن. این که در این مسیر تعدادی تا مرز دانشگاه رفتن، چگونه شما اینا رو ساپورت کردید؟ بگذاریم اگر ما از کلاس اول ابتدایی نیازمند بوده به حمایت شما، چگونه اینا رو حمایت کردید تا به مرحله ای که رسیده که فارغ التحصیل شده یا دکتر شده یا استاد دانشگاه شده؟ ببینید به خاطر مسائل تحریمی که در مورد ایران برقراره، بنیاد کودک یا چایلد فاندیشن در حال حاضر صاحب یک لایسنس اوفک هست. بله. که ما در حدود سالی 4,000,000 دلار میتونیم پول به ایران برای هدفی که به استعدادون رسوندم مصرف بکنیم. علاوه بر این اوفک لایسنسی که ما داریم، که اوفک مخفف Office of Foreign Asset Control هست، که یک اداره است که زیر نظر Treasury Department کنترل میکنه فعالیت‌های پولی رو با ایران. ما این لایسنس رو داریم، یعنی ما این پول رو از این طریق میرسونیم به حساب بچه، همون ماهی 40 دلار رو تأمین میکنیم برای بچه که نیاز مالی بچه تأمین بشه، بچه مجبور نباشه تبدیل به کودک کار بشه یا به ازدواج زودرس تندر. تشخیص شما چجوریه؟ چجوری این بچه ها رو پیدا میکنه؟ ما در 29 شهر ایران الان شعبه داریم، شعبه داریم. و در این 29 شهر یه سری داوطلب یا یه سری هم کارمند هستن که مثلا در حد یه نفر و دو نفر و پنج نفر و اینها، که اینا کارشون شناسایی بچه های نیازمنده. اینها رو از توسط مدارس مختلف این شهرهای مختلف ایران که دور افتاده اینشون، مثلا میتونه سراوان یا جیروفت قیروزال باشه، مدرسه ها معلم ها به مدیر مدرسه خبر میدن، مدیر مدرسه به دفاتر ما خبر میدن. بچه رو وقتی که معرفی میکنن، بعد ما یه روندی رو طی میکنیم برای شناسایی و تحقیقات محلی در مورد اون بچه، خانواده بچه که نیاز رو مطمئن بشیم که واقعیه و نیاز واقعی وجود داره، و بر اساس اون یه پرونده تعمیم میشه. پرونده میاد به تهران، وقتی تهران تایید بکنه که این بچه واقعا نیازمنده و کمک تحصیلی، این بورسیه تحصیلی میتونه کمکش بکنه که در ادامه تحصیل بده، بعد ما براش اسپانسر پیدا میکنیم از آمریکایی یا ایرانی های مقیم آمریکا، و در ضمن اسپانسرهای اروپایی داریم، چند اسپانسر حتی در امارات، در کویت اینا اسپانسر داریم، که این بچه رو انتخاب میکنن و شروع میکنن اسپانسر کردنش تا زمانی که توان مالیش این باشه، تا زمانی که اون بچه ادامه تحصیل بده. این نحوه بسیار. حالا علاوه بر این مسئله پولی که خدمتتون گفتم که ما تا 4,000,000 حق انتقال پول داریم، دو تا لایسنس دیگه هم هست. یه لایسنس جنرال لایسنس ایه، یه لایسنس جیه، که ما زیر اونها باز دوباره میتونیم مبالغ بیشتری در ارتباط با همین مسائل که شما الان مثلا خرید لپتاپ، خرید کامپیوتر، خرید وسایل آموزشی مثل دفترچه و مداد و بعضی اینا که امکان داره برای خیلی پیش پا افتاده باشه، ولی واقعیت میگه در اونجا خیلی اصلا که توان این رو ندارن. کاملا موافقم. مثلا در سال گذشته ما تو برای سال تحصیلی گذشته ما تونستیم 12,000 تا کولی پشتی برای بچه‌ها، بک‌پک از این کولی پشتی واسه بچه‌ها تامین بکنیم. بچه‌ها از اونها هم استفاده می‌کنیم
از اون لایسنس ها برای این سال استفاده مثلا 5000 تا لپتاپ ما توزیع کردیم پارسال بین بچه‌هایی که آماده کنکورن یا در دانشگاهن یا سال آخر دبیرستان تیم میکنن. بسیار عزیزان، اگر من میخوام با بیننده های قبل، یعنی یک به حال ما هر روز بیننده های جدیدی بهمون اضافه میشه، خب الان یه بیننده های ما داریم از سالهای سال با نام بنیاد کودک آشنا هستن و خیلی هم در اون موقع بنیاد کودک فعال بود، ولی یک عواملی سبب شد که وقفه ای در ارتباط با کار بنیاد کودک پیش بیاد، اونم مسئله همین افقی که اشاره کردیم. یادم میادش که واقعا فعالیت هایی که این در 30 سال قبل شروع شد بسیار خوب داشت پیش میرفت، ولی اون تشکیلاتی که الان من دارم با آقای لشکری صحبت میکنم، کامیار لشکری، در واقع اینا نسلی هستند که آمدن بنیاد کودک رو به یک نوعی تیک‌اوور کردن، مدیریت جدید دارن. داستان بنیاد کودکی در سابق که احتمالاً به گوش شما خورده یا بعضی وقتا در بعضی از سایت ها در ارتباط با بنیاد کودک میخوانید، اون اصلا داستانش فرق داره. من میخوام به خاطر اینکه ذهن بینندگان بیشتر روشن بشه، خواهش میکنم که بفرمایید که چه مسیری پیش اومد که یه وقفه پیش اومد و اداره مالیات یا اداره افک امریکا آمد سراغتون و اختار داد. تا اونجایی که ما اطلاع داریم، ببینید همه ما اعضای هیئت مدیره بنیاد کودک، خود بنده، اینا ما همه داوطلب هستیم. بله. و مدیریت استراتژیک بنیاد کودک رو ما به صورت داوطلبانه داریم. بله. انجام میدیم در طریق ایرانی آمریکاییایی که در سراسر کشور پراکنده هستیم. بله. و اشغال مختلف. در حدود 15 سال پیش، بله، شخصی که بنیاد کودک رو از تو گاراژ خونه‌اش شروع کرده بود و در حال توسعه و رشد بود، ایشون زیر خطا مرتکب شد. بله. و خطاش هم تا اونجا که ما اطلاع داریم، تا اونجا که من شخصا مطالعه کردم و مطالعه و تحقیقاتی که در مورد کسانی که با اون شخص ارتباط داشتن برام آورده، میگه که ایشون منتظر پاسخ افک نشد برای انجام، یعنی نامه با افک. بله بله. شما اپلای میکنی برای افک. بله. بعد منتظر میشی که پاسخ تو بدن و یه مجوز، یه لایسنس برای، بله، مجوز برای شما صادر بکنن که الان ما داریم، ما بله، مجوز داریم و هر از 2 سال یه بارم باید بریم تمدیدش بکنیم. بله. ما که پروسسی داره و باید وکیل داشته باشه. بله. و غیره. ایشون مسئله که اون به اون موقع به سبک به اصطلاح همون رایج دایره اون موقعش کوتاهی و قصور و اشتباهی که ایشون مرتکب شده بود، منتظر پاسخ افک نشد و کماکان همین پول فرستاد به ایران و بین بچه‌ها توزیع بکنه. البته حجم فعالیت ایشون در اون زمان نسبت به تعداد بچه‌هایی که ما الان داریم خیلی پایین‌تر بود. بله. و این اشتباه پرهزینه‌ای بود. بله. برای بنیاد کودک خطایی بود که آسیب زد به بچه‌های ما. و ما از اون، ما که نسل‌های بعدی داوطلب هستیم که به قول شما تیک‌اوور کردیم بعد از ایشون، از اون خطا درس فراوان گرفتیم که اینجا خطا تکرار نشه و با حد اکثر شفافیت فعالیت بکنیم و با حد اکثر کار کردن در چارچوب‌های قانونی که چه در داخل آمریکا از طریق FBI، IRS، OFAC، Treasury Department و غیر ازال ناظر بر ما هستن انجام بدیم که اون اشتباه نشه و اون تکرار اون و این شایعات و اینجور مسائلی که بود تکرار نشه. صحیح. برای ما همیشه اینه که شما اگه برید به سایت ما childfoundation.org، بله، childfoundation.org، تمام این اطلاعات اونجا هست و در ضمن سوال جوابایی هم که دارید، پرسش و پاسخایی که هست اونجا به صورت FAQ هست و میتونید سوالای بیشتری هم، بله، در تات باین داشته باشید. و این یه مختصری است از اون تاریخچه خطایی، بله، که ایشون مرتکب شد و ایشون هم از همون موقع گسسته شدن. بله. و هیچ ارتباطی دیگه با تشکیلات ندارن و همونطور که خدمتتون گفتم، ما سعی کردیم که بنیاد کودک رو تبدیل به یک شرکت حرفه‌ای آمریکایی کاملا حرفه‌ای و عامل منفعه با ضوابط و قوانین آمریکا منطبق انجام که به نفع بچه‌های برای بچه‌ها ما هر نوع آسیب، هر نوع شایعه، هر نوع
فشار به ماهویا تأثیرش روی این 10,000 تا بچه‌ای که اونجا نشستن کامل. و هر یه دونه بچه‌ای محروم بشه ماها معذبیم و ناراحت. بله. و برای همین سعی می‌کنیم که اون اشتباه تکرار نشه و ما به صورت داوطلبانه یک سیستم‌های بسیار بسیار پیچیده ایندیپندنت آدیت یا حسابرسی مستقل داریم. بله. ما هر سه ماه یه بار به FBI، به IRS، به OFAC ریپورت تهیه می‌کنیم و میفرستیم براشون. سالی یک بار اون حسابرسی مستقل رو انجام میدیم که اون حسابرسی مستقل ما روی سایت ما childfoundation.org هست. علاوه بر مسائل مالیاتی اون شما میتونید برید همه رو چک بکنید، بررسی بکنید و پرسشی اگه دارید همه پاسخ بدید. بسیار پاسخ جامع و بسیار عالی بود. اجازه بدید که بریم به یکی از این ویدیوهایی که در ارتباط با خدمتیست یا خدماتیست که برای بچه های ایران انجام شده نگاه بکنیم. برمیگردیم صحبتمون رو با آقای کامیار لشکری، پرزیدنت بنیاد کودک، دنبال خواهیم کرد. در ارتباط با اون بچه‌ای که بود مربوط به افغانستان که هم تو اشاره کردی در بعضی از کشورها هم فعالیت داره، بچه‌هایی که دچار بیماری مثل همین سرطانی که این بچه داشت و یا اصولاً دچار ناراحتی‌های بدنی میشن، آیا شما هم در اون رابطه اطلاع رسانی می‌کنید؟ و ضمناً در ارتباط با این ویدیویی که الان ما دیدیم، مثل اینکه صرفاً فقط به خاطر ارسال وسایل آموزشی و مثل کامپیوتر اینا نیست، در زمینه‌های مواد خوراکی هم مثل که کمک رسانی می‌کنید. اگه توضیح بدین خیلی ممنون میشم. در مورد اون ویدیوی بچهای افغانستان، ما در افغانستان دستمون یکم بازتره برای فعالیت، چون اون قوانین اوفک تا قبل از اینکه تغییر تحولات طالبان بشه دایر نبود. بله. و ما دستمون بازتر بود و در نتیجه هیته فعالیتمون فقط صرفا آموزشی نبود. بله. چون ما میتونستیم در زمینه درمانی و اینا هم فعالیت بکنیم و من واقعا افتخار دارم که اینو به اطلاع بینندگان شما برسم که مثلا در افغانستان ما شاید صدها کودک و جانشون رو نجات دادیم با یه مقدار مختصری پول که ما یک کلینیک تالسیمی درست کردیم در مزار شریف. بله. و تونستیم نوزادا و کودکان کوچکی که بیماری بسیار ساده است که در مبحث پزشکی نیست ولی در زمینه پزشکی در عادی کردیم بسیار ساده میشه برطرفش کرد. بله. ولی اون امکان در ایران نبود، ما تونستیم صدها کودک رو نجات بدیم. تالسیمی شد. بله، پاسخ سوال شما اینه که بله، ما وقتی امکاناتی داریم در کشور دیگه که باز دوباره در چارچوب ضوابط قانونی بتونیم فعالیت بکنیم میکنیم. در ایران در ایران هم همینطور. بله. بله. مثلا ما زمانی که در ایران چندین سال پیش در کرمانشاه اگه خاطرتون باشه زلزله که پیش آمد و اینا و
بسیار فاجعه‌آمیز بود. علی‌رغم اینکه ما هدفمون و کارمون بورسیه تحصیلی و حمایت تحصیلی خانواده هاست، ما در ارتباط با زلزله بسیار فعال بودیم در کرمانشاه و کردستان و تونستیم 500 هزار دلار فقط برای مسائل زلزله مصرف کنیم، از جمله تامین کلاس‌های مختلف که در مدرسه هایی که از بین رفته بود ما یه سری کانکس در ایران تولید شد، انتقال پیدا کرد که بچه ها بتونن برگردن سر کلاس و جاهای به اصطلاح در کانکس ها همه امکانات گرمایش رو از این حرف ها داشت. در طبق با اون ویدیویی که دیدید در مورد توزیع مواد غذایی، ما یکی کاری که کردیم به خاطر اینکه همین محدودیت افق و در نظر پولی ده. ما در ضمن یه مقدار هم شروع کردیم غذا بین بچه های نیازمندمون توزیع کردن، یعنی علاوه بر اینکه ما پول نقدی به حساب بچه واریز میکنیم که خانواده بتونه برای مصارف مختلف در واقع به حساب پدر یا مادر خانواده وارد بله. چون بچه‌ها معمولا میگه به خانواده یه حساب دارن بله. که ما پول واریز میکنیم به حساب خانواده. 95% بچه‌های تحت پوشش ما یتیمن، یعنی تک سرپرستن، یعنی فقط با مادر هستن و پدرها اکثرا علت فقرشون به خاطر نبود پدره، پدرها به دلایل مختلف اعتیاد اصلا مختلف و اینا نیستن، حضور ندارن. در به یه طریقی کمک همیارای ما و کمک بینندگان شما که امیدواریم به ما بپیوندن و شروع کنن به ما کمک کردن، یه نوع حمایت از این مادرهای بی سرپرست، بله تک سرپرست هستش اونجا با این صورت و این بچه هایی که به یه طریقی یتیم محسوب میشه، 5% پدر هم درشون وجود داره. در نتیجه بله حساب یه مقدار پول از طریق همون لایسنس 4 میلیون دلاری ما واریز میشه. در ضمن اونم قضا ما میذاریم که این قضا به یه به قول آمریکایی بک آپ پلنه، یه برنامه یه که ما تأمین کرده بودیم که در صورتی که مجوزهای افق و اینا به اشکال خورد ما همیشه این آپشن قضا رو داشته باشیم. همیشه ما یه سری قضا هم باز دوباره با مقررات آمریکا بین بچه‌ها توزیع می‌کنیم، به خانواده می‌رسونیم با متدای مختلف که این غذاها معمولاً خب طبیعتاً باید غذایی باشه که خراب نشن مثل بونشنجات، ولی در اینها سعی می‌کنیم پروتئین لازم بچه تأمین بشه بله. چون بازم برای بیننده‌های ما، برای ما که در آمریکا زندگی می‌کنیم شاید قابل فهم نباشه که یه بچه‌ای وجود داره که پروتئین در ماه نمی‌گیره بله. و شما فکر کنید این بچه حالا بعد مدرسه هم بره مغزش هم رشد بکنه ولی امکانات پروتئینی نداره. نشه این پکیج های غذایی که الان کارگردان شما پیام خانم لطف کردن این غذا ها رو نشوندن هدفشون بود. بسیار عالی، اجازه بدیم بریم به یک ویدیو دیگه فریبا خانم آماده کردن نگاه داشته باشیم که در واقع این کارهایی است که بنیاد کودک در ارتباط با بچه‌های ما در داخل ایران انجام میده و به علاوه کمک رسانی های شما، یعنی با هر 40 دلار شما میتونید حمایت خودتون رو از یک بچه داخل کشورمون انجام بدین واقعا قابل ستایش، دست شما رو تک تک میبوسم. ولی به هر حال بنیاد کودک در این زمینه بسیار اینطور که در طی 30 سال، حالا اگر 13 سال اخیر رو ملاک قرار بدیم، حالا به طور کلی در 30 سال فعالیت خودشون واقعا خدمات بسیار ارزندی رو در اختیار بچه‌های ما قرار دادن. ما خرجهای مختلفی در امریکا داریم و میتونیم گوشه‌هایی از این خرج‌ها رو در ماه که فقط به 40 دلار میرسه صرفه‌جویی کنیم و در اختیار بنیاد کودک قرار بدیم و بر اساس توضیحاتی که آقای کامیار لشکری توضیح دادن که چگونه در ایران مسئولینی هستن و چگونه تحقیق میکنن و به مقصدی به مبدأی میرسن که اون بچه و اون خانواده نیاز داشته باشه، کمک رسانی های شما سبب میشه که اینها در جامعه کشور خودمون رشد کنن و خودشون با اون مشکلاتی که از بچگی باش مواجه بودن در آینده خودشون کمک رسان دیگر بچه‌های خواهند شدش که در مشرات فقر زندگی می‌کنن. بنابراین کمک رسانی شما یک خدمات انسانی رو انجام میده که خب به هر حال ما در ارتباط با مسئله افق حتی یه دونه دارو هم نمیتونیم بفرستیم، باید یه مسافری رو پیدا کنیم بگیم آقا شما داری میری اینو برای ما ببر. ولی به هر حال از امتیازاتی که بنیاد کودک در ارتباط با افق و اجازه به قول معروف دولت امریکا رو کسب کردن، میتونه این خدمات 40 دلاری شما حداقل سبب بشه که این بچه‌ها. آقای شبقید میگه که 3-4 تا بچه بله بله من خواهم آقای شبقید یکی از اسپانسرهای قدیمی ما هستن و ما
بسیار از ایشون و خانوادهشون سپاسگزاریم که این اطمینان به ما داشتن و کماکانم که از وفادارها اسپانسرهای ما هستن خانواده ایشون. بسیار به هر حال ازتون تقاضا دارم، خواهش دارم که یاری بدید مؤسسه رو، بذارید بچهای ما در یک شرایط مطلوب تری روش پیدا کنن، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، که به حال صحبت کردن که تا مرحله عالی ترین مرحله دانشجویی و تحصیلی رو طی کردن. اجازه بدیم به یکی دیگه از خدمات بنیاد کودک نگاه بکنیم که در ایران انجام شده. برمیگردیم صحبت اون رو با آقای کامیار لشکری پرزیدنت بنیاد کودک دنبال خواهیم کرد. آقا دست شما رو میبوسم. هم در واقع این فشار دست من هم نسبت به شما هست، همون تشکیلاتی که با شما همکاری دارن، همون عزیزانی که در ایران هستن. 29 فرمودید بیشترین، با توجه به مسئولی که در ایران پیش آمد در سال گذشته، آیا مردم یه بدبینی احتمالا پیدا کردن؟ چگونه تونستید که با این بدبینی مردم که در این رابطه احتمالاً پیدا کرده بودند، چه روش رو پیش گرفتید که مردم ارتباط پیشین رو دوباره با شما برقرار کنند؟ ببینید، متأسفانه پارسال تمام بنیادهای مختلف این مسئله عارضشون شد و یه چیزی بود که حتی یک دو تا از بنیادهای همکار ما اصلا بسیار تحت فشار قرار گرفتن. ما خوشبختانه همیارای ما اکثرا انسان‌های فرهیخته و اکثریت هم موفق هستن و به خاطر این فرهیختگیشون این امکان رو دارن که روی موج شایعه سوار نشن و بتونن خودشون با چشم باز حقیقت رو برن تحقیق کنن و ببینن که واقعیت چیه، عملکرد بنیاد به چه صورت و اینها. و با توجه به اینکه اینها این حمایت از ما هیچ وقت دریغ نکردن و این 4000 تا اسپانسر سالیان درازه با ما هستن و پشت سر ما هستن و این آماری که ما داریم نشون میده که چطوری طول مدت زمانی که اسپانسرهای با ما هستن، این بهترین دلیله بر این واقعیت که
بنیاد کودک، چایلد فاندیشن، یه تشکیلات شفاف فعال باز در اختیار هم است برای بررسی. یه دلیل خیلی محکمشه. یکی دیگه مسئله که خیلی قابل تعمق اینه که در آمریکا همینطور که مثلا ما کریدیت کمپانی داریم که میاد کریدیت شخصی ما رو چک میکنه و برامون یک معدلی میذاره اینا، در آمریکا یه سری شرکت هست، ایجنسی هستن که شرکت های عامل منفعه رو بررسی میکنن و بعدن تیتربندی میکنن. بزرگترین اینا یه تشکیلاتی به نام چریتی نویگیتر. ما بالاترین رتبه چریتی نویگیتر، یعنی ما توی تاپ 1%، یعنی بنیاد کودک چایلد فاندیشن تو چریتی نویگیتر یکی از بالاترین رده های شفافیت بین بنیادهای عامل منفعه رو دارو میکنه. یعنی یک تشکیلات آمریکایی میاد یه تشکیلات آمریکایی دیگه رو بررسی میکنه و ببینه چه مسی که اینا بسیار کارشون شفافه و در ما میتونیم اینا رو رنکینگ بالا بدیم. اینا دلایل خیلی واضحه برای اینکه فعالیت ما باز برای همه هست و ماها خارج از شما نیستیم. ما خارج از همین شما، مثلا آقای شبخیزه. آقای شبخیز یکی از ماست. ما همه اینطوری از یه داوطلبیم که داریم فعالیت میکنیم که این 10,000 تا بچه تحت پوشش بمونن. این 36,000 تا بچه که تحویل جامعه ایران دادیم گسترده تر و بیشتر بشه. بین اینها پزشک و وکیل و مهندس و استاد دانشگاه و کسای ما، الان کسایی دارین در آمریکا دارن دوره دکتراشون میزنن، بچهای ما بودن بله. در شهرهایی که شاید بیننده های شما و خود بنده تالس جان نشید بودیم در ایران بله. اینا باعث افتخار ماست و در نشه اینجور شایعات و اینجور مسائل تأثیری خوشبختانه نداشته و ما ورای اون رفت. شما آماری دادید که بیشترین شهرهایی که نیاز به کمک شما دارن چه شهری هست؟ ببین ما در اقصا نقاط دورافتاده ایران فعالیت کنیم. مثلا شما یکی از همین ویدیوهایی که الان فکر کنم دیدید خیلی سیستان و بلوچستان بود. سراوان حالا سراوان یه شهری که منم اتفاقا خودم در دورانی که جوانیم در ایران بودم سراوان کار میکردم، در سراوان آجده هستم. اینه که یه جاهای بسیار دورافته. من خودم وقتی میخواستم به سراوان برم، از زاهدان به سراوان میخواستیم بریم، باید مثلا با اسکورت ژاندارمری میرفتیم و جاده خاکی و فلان. یعنی از نظر محرومیت این بچه‌هایی که داریم صحبت میکنیم در این حده. ولی خب داخل یه شهری مثل تهران هم که ما دفتر داریم محرومیت و نیاز کم نیست. کاملا. لازم نیست حتما شما برید به یه نقطه دور افتاده خوزستان تا بچه محروم پیدا بکنید. ولی خب خوشبختانه این توان بوده که توسط داوطلبای داخل ایران و این سه بنیادی که ما باشون کار میکنیم و بهشون اعتماد حاصل کردیم و من به شما عرض کردم که ما این بنیاد هم که با ما همکار هستن هم باز دوباره حسابرسی میکنیم. بله بله. خودمون دوباره این ناده میکنیم چون ما خودمون رو مسئول میدونیم در مقابل اسپانسرها. بله. که وقتی یک اسپانسری میاد و سوال میکنه از زمانی که پول از جیبش در میاد و میره تا زمانی که به دست بچه میرسه بتونیم همه اینو به تریس بکنیم و پیگیری بکنیم و خود این شخص بتونه این مسیر رو این خط رو بره. و بارها و بارها بوده که ما همیارهایی که به ایران رفتن تونستن برن بچه های تحت پوشش خودشون ملاقات کنن، خانواده ها رو ببینن و ما اینو بسیار تشویق میکنیم که اگه این هست این امکان برای تو این کار رو انجام بدی. و شما تستمونیال همین همیارهای ما رو دارید و خواهید دید که و اگه برید به سایت childfoundation.org خیلی از اینها رو خواهید دید. آقای لشکری یه پرسشی رو دارم. فرض بفرمایید عزیزان بینندگانی میخوان اسپانسر بشن، اسپانسر میخوان از یک مبدا شروع کنن، آیا اطلاعات لازمه که این بچه الان در چه شرایطی هست؟ آیا فرد بفهمون در کلاس اولی، حالا رفته کلاس دوم، این عکسشه، این عکس خانوادهشه، آیا اینا رو در اختیار کسی که اسپانسر بشه میتونید بگذارید یا اینکه نه؟ بله بله، من یه توضیح یک دقیقه بدم در مورد همین مسئله اسپانسرشی. شما میرید توی سایت childfoundation.org، الان مثلا 60 تا بچه اونجاست. شما یه بچه رو انتخاب میکنید، حالا نسبت به تمایل خودتون، مثلا امکان داره شما یه وسواسی داشته باشید به زادگاه خودتون، به استان زادگاه خودتون اینا. بله. بچه رو انتخاب میکنید و اون بچه رو اسپانسر میکنید در اون شهر خودش. بله بله. و شما ماهی $40 برای این بچه کامیت میکنید که این بچه رو توی مدرسه نگه دارید. بله بله. بعد این
اطلاعات این بچه رو در وهله اول به صورت مختصر میخونید و بر اساس اون انتخاب میکنید که من میخوام این بچه رو حمایت بکنم یا نه. این به زبان انگلیسی یا به زبان فارسی؟ به زبان انگلیسی، به فارسی هم هست. آپشن فارسی هم دارید، آپشن انگلیسی هم. شما همون اول که بیدون تو میتونید انتخاب کنید. حالا مثلا این چیزی که رو صحنه یه دقیقه گوشتن، این اواردهایی که اون پایین میبینین، ایجنسیایی که ما رو یا به ما لایسنس دادن یا ما رو بررسی میکنن و ما رو تایید کردن. بله. بعد از اینکه شما بچه رو انتخاب کردی، فرزندتون مثلا فرزند X در جیرفت کرمان مثلا، بله بله، این بچه به شما وصل میشه و هر سه ماه یک بار شما یه کارنامه میگیرید، یه پکیج کارنامه میگیرید، کارنامه بچه، نامه از بچه، نیازهای جانبی بچه. امکان داره مثلا یه خانواده احتیاج به گلیم داخلی خونه داشته باشه، با اسپانسر از این مطلع میشه، اگه اسپانسر مایل باشه و توان مالیش داشته باشه که مثلا اون نیازهای جانبی هم برآورده بکنه، میتونه این کار رو انجام بده. و این بارها شده ما داشتیم وقتی اسپانسر وصل شده به بچه، مثلا یخچال تو خونه بچه نبوده، براشون یخچال خریده، مثلا کولر آبی گذاشته براشون. اینا برای ماها یه هزینه 50-60 دلاریه. مثلا شما یه دو چرخه بخری 80 دلاره، یه دونه میز تحریر بذاری 50 دلار، 60 دلار. درچه اسپانسر ما وصل میشه به بچه خودش. خیلی جالب. درچه پاسخ سوال شما دقیقا همین. یعنی ما اسپانسر رو وصل میکنیم به اون کودکی که داره پوشش میکنه. بعد مورد داشتیم که ما بین همین اسپانسرهای خودمون تو همین ایالت خودمون، تو همین اورنج کانتی خودمون، دفته پیش که یه گدرینگ داشتیم، یکی اسپانسر ما دخترش الان، دختر تحت پوشه الان در دانشگاه میشیگان داره پی اچ دی میکنه. باریکلا. و با هم دیگه در تماس هستن، هنوز میاد اینجا به اصطلاح این خانومی که اسپانسرشون به سر میزنه با هم رابطه داره. بسیار. اینا داستانای خوب انسانیت ماست. از ماها فقط همینا میمونه. تبریک. فرید باشم اگر ممکنه یکی دیگه از ویدیوهایی که مربوط به خدماتی است که بنیاد کودک چایلد فاندیشن در اختیار بچه های ما در ایران قرار میده، در سراسر ایران قرار میده، با هم نگاه میکنیم، برمیگردیم صحبتونو با آقای کامیار لشکری دنبال میکنیم که پرزیدنت بنیاد کودک هستن. که مامانم میکشه بیشتر من اذیت میکنه، چون که به خاطر اینکه میخواد درآمدمونو در بیاره یا کاری بکنه واسه من که من بتونم بهتر درس بخونم، رنجاشو میبینم خودم بدتر میشم. بنیاد دانش مؤسسه‌ای که هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی به بچه‌هایی که مشکل مالی دارن در زمینه‌های مختلف مثل درسی، ورزشی کمک میکنه. من دوستم تو آینده خلبان بشم. یه مهندس نرم افزار درجه 1. پلیسی. من خودم خیلی دوست دارم استاد دانشگاه بشم. من دلم میخواد وکیل بشم و به جامعه کمک کنم. در رشته ورزش یعنی شغل فرعی من داور باشه. مهندس برق و استاد دانشگاه. و من مریم سعادت حسینی جم هستم، رشته تجربی میخونم و در کاراته موفقیت کسب کردم. 5 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز دارم. بازم تبریک میگم خدمتتون. آقا نوروز نزدیکه، هوام سرده در ایران، آیا میشه در ارتباط با نوروزی که نزدیکه هموطنان عزیز ما خدماتی رو بدن ارائه، و به طور کلی چه خدماتی رو شما ارائه میدید؟ ببین، ما الان 5 مدل کمک رسانی به ما وجود داره. الان همین نوروز که شما فرمودید، الان یه مدلش همینه، مدل کمپینیه. یعنی الان ما یه مدلمون اینه که لباس زمستانی و لباس نوروزی برای بچه‌ها تامین کنیم. شما تشریف ببرید به childfoundation.org و همون کانال آپشن رو دارید که مثلا برید لباس نوروزی childfoundation.org. اگر اونو فریبا جان محبت بکنید، این همین سایتی الان فریبا خانم داره اسکرول میکنه رو تلویزیون. نه، فقط اون نوشته اگر باشه اول همینه دیگه. نه، این کمپینگ، این آپشن های کمپین های مختلفه. بله. یکیش مثلا نیو هوپ که این childfoundation. بله بله. .org. بله. childfoundation.org اگه تشریف ببرید. بله. همه اطلاعات به زبان فارسی و انگلیسی در اختیار جان بفرمایید. جان من سریع بگم 5 تا مدل کمک رسانه ماست. 1، این اسپانسرشیپ 40 دلاری که الان صحبت کردیم. بله. پروسسش رو بفهمید.
دو این کمپیناست، کمپینای مختلف مثل کلی پشتی، مثل لباس زمستانی، مثل لباس نوروز و غیر و زن. سه، شما ایرانی آمریکایی که تو شرکت‌های بزرگ مثل گوگل، مثل مایکروسافت غیر و زن کار میکنن، اینا کمپانیشون مچینگ فاند دارن. به هر 100 دلاری که به چایلد فاندیشن کمک بکنن، کمپانیشون هم 100 دلار کمک میکنه و هر دو اینها معافیت مالی دارن. چون ما در 50 ایالت آمریکا معافیت مالی داریم. این نوع سوم کار ما. نوع چهارم کمک رسانی ما ایرانی آمریکایی که یه پروداکت دارن، یه مانیفکتچرینگ تولیدی دارن و تولید میکنن، میتونن لوگوی ما رو بزنن روی پروداکتشون، روی اون محصول و فرآوردهشون و از این یه درصدی از فروش این رو کمک بکنن به بچه‌های ما که بچه‌های ما این اهداف آموزشی رو بتونن طی بکنن. و نهایتا سیستم پنجمی که ما تونستیم باش تو تخیلمون اجازه داره، مسئله اندامنت یا ارثیه یا وقف به فارسی میگه. ما مورد داشتیم که خانواده‌ای بوده که مثلا یک زمین رو در اختیار ما گذاشته که ما این زمین رو فروختیم، به اسمشون مثلا بورسیه درست کردیم. مورد داشتیم یک پزشک ایرانی فارغ التحصیل استنفورد مثلا آمده یه وقفیه‌ای برای ما گوشه که باش بورسیه دانشجوهای دختر پزشکی داخل ایرانو چقدر عالی. این پنج مدل رو داریم، یاری کنید به ما، از هر کدوم از این پنج مدل دوست دارید استفاده کنید، کمک کنید، بچه‌ها رو خوشحال کنید و مثل خود آقای شفقیز که شاهد همین ماجرا بودند و اینا میتونید بپیوندید به ما. انشالله هموطنان عزیز، انشالله شما رو یاری خواهند داد و هر با توجه به توضیحاتی که اشاره کردید به حال در هر کدوم از اون پله‌ها قرار بگیرن، از همون 40 دلار میتونن شروع کنن و اسپانسری بچه بشن و این بچه میتونه تا مرز هم که توضیح دادم تا مرز دانشگاه بره و خدمات متعددی رو جانبی از قبیل کامپیوتر و دیگر مسائلی که لازمه از سوی بنیاد کودک در اختیارشون قرار بده. آقا من به شما و همین همکاراتون تبریک میگم. 30 ثانیه شما وقت دادین بگید که آیا پلانی در آینده دارید، میخواین جشنی برگزار کنید برنامه؟ خیلی، ما 30 سال تاسیسمون رو داریم به اصطلاح جشن میگیریم در شهرهای مختلف. در ماه فوریه ما در شمال کالیفرنیا هستیم، در اورنج کانتی هستیم، در واشنگتن دی سی هستیم، در هیوستن هستیم. تیم ما در اونجا حضور داره، اعضای بورد در اونجا حضور دارن برای پرسش و پاسخ. ما دعوت می‌کنیم در همون گردهمایی ها حضور پیدا بکنید و همونجا کمک های مالیتون رو در اختیار ما بذارید. همونجا میبینید امکانات مالی، کمپین های مختلف و بپیوندید در این شهرهای مختلف به ما. اورنج کانتی فکر کنم 24 فوریه است و شمال کالیفرنیا همینطور. بپیوندید، کمک کنید، ماها جدا شما نیست، زنده باشید، ما هم همه هم مثل شماییم. زنده باشید، بپیوندید به ما، کمک بکنید. ما 4000 تا اسپانسر داریم در بین 500-600 هزار ایرانی مقیم آمریکا. آقا اینو الان الان بعضیا میگن که آقا خب 4000 تا داره، من چیکار میتونم بکنم؟ نه اتفاقا شما هم میتونید با 40 دلار یک خدمات بزرگ. 500000 تا بشه، نه 4000. به هر حال 10000 بچه در ایران از طریق بنیاد کودک زیر پوشش دارن، قرار دارن. انشالله که همشون موفق بشن، انشالله که باعث افتخار مملکتون بشن. از شما هم تشکر میکنم، به همکارانتون در سراسر دنیا سلام برسونید. هر خدمتی ارائه اطلاعاتی لازم هستش بفرمایید، همکاران بنده خود بنده در کنارتون هست. نازم سپاس فراوان از تلویزیون خوب شما که این امکانه به ما دادید، به ما کمک کنید و همیار ما بشید. خیلی تشکر می‌کنم. با تشکر از شما بینندگان عزیز، این بود برنامه تاک شو این هفته و ضمن سپاسگزاری از اینکه شما ما رو حمایت کردید، بنیاد رو حمایت می‌کنید و تشکر فراوان از فریبا عزیز کارگردان فنی برنامه. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و روزگار به شما خوش.